سرخط خبرها، کمک تازه چین به افغانستان و همچنان بازداشت یک مرد به اتهام سربریدن یک کودک و در ادامه دلیل اصلی جنگ میان مرزبانان افغانستان و ایران توسط وزیر خارجه فاش شد و همچنان سیگار درباره ترکیب کابینه طالبان، آنها نیازی به صلح نمی‌بینند. و در پایان گفته های تازه رمضان بشردوست در مورد رهبران فراری از افغانستان که باورتان نخواهد شد. سلام و کانال ما خوش آمدید. اعلام بسته کمکی 4 میلیون دلاری چین به افغانستان. وانگ یو سفیر چین در کابل اعلام کرد که این کشور 30 میلیون یوان معادل 4.7 میلیون دلار و کمک های بشردوستانه خود به افغانستان اضافه خواهد کرد. او امروز در توییت نوشته است که این کمک شامل مواد غذایی که در زمستان سخت در اختیار مردم افغانستان قرار خواهد گرفت. چین اخیراً بیش از 1000 تن کمک بشردوستانه شامل مواد غذایی و لباس زمستانی برای مردم افغانستان ارسال کرده است. با سقوط دولت و تسلط طالبان، بحران بشری در کشور تشدید شده و نهادهای بین‌المللی در مورد وقوع فاجعه هشدار می‌دهند. این نهادها با آغاز سرما خواستار کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان شدند. خبر بعدی، بازداشت یک مرد به اتهام سربریدن یک کودک در تخار. مسئولان محلی طالبان در تخار اعلام کردند که فردی در پیوند به سربریدن یک کودک 10 ساله بازداشت شده است. این کودک چند روز قبل در مربوطات ولسوالی رستاق تخار سربریده شده بود. انصار رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در تخار امروز اعلام کرده است که فرد بازداشت شده به جرم خود اعتراف کرده و گفته است که پدر این کودک 3 سال پیش بر او تجاوز جنسی کرده بود. رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار میگوید که این فرد به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شده است. گفتنی است که طی روزهای اخیر آدم ربایی، سرقتهای مسلحانه و دیگر جرایم جنایی در شهرها و برخی ولسوالیها به اوج خود رسیده است. فقر و بیکاری، نبود امنیت و ناتوانی های استخباراتی طالبان از عوامل عمده افزایش جرایم جنایی عنوان می شود. در کنار این، ترورهای هدفمند و برنامه‌گذاری های منصوب به داعش در نقاط مختلف کشور هم رو به افزایش است. خبر بعدی، ایران. عدم آشنایی مرزبانان طالبان باعث درگیری مرزی شد. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که عدم آشنایی طالبان باعث درگیری مرزی اخیر در نیمروز شده بود. با گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا ایران، خطیب زاده امروز در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره درگیری اخیر در مرز ایران و افغانستان گفت: آنچه در مرزهای ما اتفاق می‌افتد ناشی از عدم آشنایی مرزبانان جدید هیئت حاکم سرپرست طالبان بود. با گفته او، طرف طالبان که مرزبانی را در افغانستان انجام می‌داد، نقطه صفر مرزی را اشتباه گرفته بود و آتش گشوده که مرزبانان ایرانی مجبور به پاسخ شدند. خطیب زاده اضافه کرده است که در حال حاضر طالبان با نقاط مرزی آشنایی دارند و برای این که در آینده هم پیش نیایند، بین دو طرف خطوط ارتباطی مستقیم گذاشته شده که هرگاه موارد از این دست بود، فوراً بتوانند با هم صحبت کنند. پیش از این که این اتفاقات بیفتد، نیروهای طالبان اواخر هفته گذشته در مناطق مرزی نیمروز با نظامیان ایرانی درگیر شدند. در آن زمان نیز دو طرف دلیل درگیری را سوء تفاهم خوانده بودند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست امروز خود در پاسخ به سوال درباره آینده افغانستان گفت که آینده باید بر اساس خواست و اراده مردم افغانستان چیده شود. این مقام ایرانی تاکید کرد قطعاً هیچ دولتی که فراگیر نباشد و بازتاب دهنده ترکیب قومی جمعیت افغانستان نباشد نمیتواند آینده افغانستان را به عنوان کشور آرام و باثبات و در مسیر روشن توصیه تضمین کند و این صدای است که در اجلاس تهران هم شنیده شد. پیش از این هم مقامات ایرانی بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرده بودند، اما امارات اسلامی تشکیل دولت را مسئله داخلی میداند و موضوع گیری کشورها در قبال آن را دخالت ارزیابی میکنند. گفته های تازه رمضان بشردوست و رهبران فراری هایی که در کشورهای مانند ترکیه و ایران و تاجیکستان زندگی میکنند. بشردوست چنین نگاشته است:
سقوط نظام فاسد و دست امارات اسلامی یکی از نعمتهای الهی است. می خواهم چند نکته را در این مورد اشاره کنم. وقتی که شما رهبران پلاستیکی همیشه شعارهای تسخیر ارگ را سر می دادین، بیاد دارید حال کجا شدین؟ لااقل از خانه هایتان دفاع کنید و او را تسخیر کنید. اولا خواهش من از رهبرانی که در بیرون از کشور هستند و داد از مقاومت می زنند، خواهش می کنم لطفاً ملت را به حال خود بگذارید. شما همراه فامیل هایتان در خارج در عیش و نوش هستید. ملتتان نان برای خوردن ندارد و همیشه از جامعه جهانی می خواهد که پولهای هموطنان ما را آزاد نسازد و طالبان را بر رسمیت نشناسد. لطفاً ما را بیشتر بدبخت نسازید. مبارزه شما رهبران به خاطر آبادی ملت نه، بلکه به خاطر خالی نبودن جیبهای ملت است. هر کدامتان از 100 محافظ شروع تا 1000 محافظ از رجال برجسته و امنیت ملی از این و آن ماش دریافت میکردیم. خبر بعدی، سیگار درباره ترکیب کابینه طالبان تازه گفته است آنها نیاز به صلح نمیبینند. بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که کابینه طالبان عمدتاً برای تحریک طراحی شده که نشان دهند طالبان نیازی به صلح با هیچ کسی به جز خود نمی‌بینند. این نهاد شب گذشته با انتشار گزارش در کابینه طالبان انتقاد کرده. سیگار در توییتی به نقل از شبکه تحلیلگران افغانستان نوشته است که به نظر می‌رسد دولت تماماً مردانه طالبان تقریبا عمدتاً برای تحریک طراحی شده که به جهان خارج و دیگر افغانها نشان می‌دهد که طالبان در حال حاضر هیچ دلیل برای مصالحه با هیچ کسی جز خود نمی‌بینند. این گزارش درباره فرار اشرف غنی روی کار آمدن طالبان و سابقه اعضای کابینه امارات اسلامی است. کابینه طالبان متشکل از اعضای این گروه و عمدتاً پشتون است که در آن هیچ جایگاه بجریان‌های سیاسی ویژه هزاره‌ها در نظر گرفته نشده است. ترکیب کابینه طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است که با گذشت بیش از 100 روز تا کنون هیچ کشور این دولت را به رسمیت نشناخته است. تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، احترام به حقوق بشر و مبارزه با تروریسم سه شرط عمده کشورها برای شناسایی دولت طالبان است.